خب سلام به همگی، وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول از همه امشب در خدمتون هستیم با مجید کاشانی عزیز. بهمون افتخار داده و وقت تو این برنامه که میخوام راجع به یه سری موضوعات در هفته گرافیک با هم دیگه صحبت بکنیم، چون بالاخره هفته گرافیک و خلاصه روز دیزاین و ماجرامون ماجرای کاری ما هست. و خلاصه میخوام که یه خورده از مجید عزیز چند تا سوال بپرسیم و یه خورده بیشتر گپ و گفت باش داشته باشیم. مجید خیلی ممنون، خیلی خوش اومدی به برنامه. امیدوارم که خلاصه حالت خوب باشه و خلاصه و مرسی از وقتی که برام گذاشتی. متشکرم علیرضا جان، هر دو علیرضای عزیز، امیدوارم که شما خوب باشید. هرچند اینقدر خبرهای بد دادم میشنوه هر روزه که اونقدر حال اون خوب نیست، ولی به هر حال در خدمت شما و دوستان که دارن ما رو میبینن و میشنون هستم. دم شما گرم، مرسی از در واقع اینکه بازم وقت گذاشتیم. من میخوام شروع کنم بریم سراغ اصل موضوعمون و در واقع چند تا جنبه رو بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. خب بچه‌هایی که الان احتمال دارن میبینن احتمال قشرهای مختلفی هستن، هم کسایی هستن که ممکنه خودشون دیزاینر باشن از قبل خیلی جدی، هم ممکنه کسایی باشن که علاقه‌مندن به رشته های مرتبط به تجسمی و گرافیک دیزاین، یعنی بچه های مختلفی احتمالاً که رنج بزرگی رو فکر میکنم شامل میشن کسانی که معمولا این برنامه رو میبینن. حالا بعد از این لایو مون هم تو یوتیوب قرار میگیره و بعدا دیده خواهد شد. خیلی دوست دارم که یه خلاصه ای برام بگی که خب با توجه به تخصصی که شما تو گرافیک دیزاین داری و بالاخره چیزی که باهاش شناخته شده ای توی گرافیک ایران، خیلی دوست دارم که اصلا یه وضعیتی تاریخچه از کار خودتون مشخصن، یعنی اون بخشی که خودت بیشتر کاور میکنی شما رو مثلا با موسیقی شناخته شده هستی رو بگی، اصلا چجوری گذشته در سالهای قبل در ایران، یعنی اصلا از کجاها شروع شده، کجاها این قضیه اومده بالا یه خود رشد کرده، کجاها افت کرده، کجاها نقاط کلیدیش بوده و الان وضعیتمون چجوریه. دیگه از زبان شما بشنویم عالی میشه. متشکرم. ببینید، اگه بخوام در مورد وضعیت گرافیک دیزاین امروز توی ایران بگم، خب واقعیت اینه که توی یکی دو دهه گذشته به خاطر اینکه خب کلی دانشگاه و هنرستان و از این دست چیزا در واقع توی ایران تأسیس شد و اندازی شد، خب یه تعداد خیلی زیادی فارغ التحصیل گرافیک ما به بازار کار در واقع اضافه شد. خب این به نسبت مثلا اون چند دهه قبل‌تر یا حداقل همون موقعی که من دانشجوی گرافیک بودم مثلا توی دهه 70 اصلا قابل قیاس نیست. یه تعداد خیلی زیادی، مثلا من یادم میاد اون سالایی که ما می‌خواستیم دانشگاه انتخاب کنیم 3-4 تا دانشگاه تو کل ایران بودن که گرافیک دیزاین داشتن، ولی الان فکر کنم 3-4 هزار تا دانشگاه باشن. یعنی شما تو هر شهر و روستایی که ببینید، نه در مورد گرافیک، در مورد همه رشته‌ها این اتفاق افتاده. خب اساساً تبدیل شده به یک بیزینس. حالا تحصیل تقریبا همه جای دنیا یک بیزینسه، ولی تو ایران یک بیزینسه که صرفا به لحاظ کمیت فقط رشد کرده، متاسفانه کیفیتی نداره. و خب دلیل این که بچه ها بعد از تحصیلشون حتی احساس میکنن که یه چیزایی کمه و دوباره میان مثلا یه جای شبیه به اینورس، یا اساسا ماهیت اینورس شاید دلیلش همینه که یه جوری جبران کنه اون اتفاقی که تو دانشگاه ها باید بیفته و متاسفانه نمیفته. حالا خب از این دست آموزشگاه خصوصی همه جای دنیا داریم، ولی انگار به بار در واقع اون بخش آکادمی که یه کشور ممکنه گاهی اوقات بیفته رو دوشه در واقع یک همچین جاهایی مثل اینورس. خب از طرفی این در واقع کمیت باعث خوشحالیه، ولی خب از طرفی احتمالا همه شما فکر کنم علی رضا خودت هم درگیر ماجرا بودی، مدعی کار کردن خیلی زیاده به خاطر همین فارغ التحصیلا. یعنی خیلی ها فکر میکنن طراح گرافیکن و همه دارن قور میزنن که چرا کار نیست، در حالی که به شدت کار زیاد هست تو گرافیک دیزاین. یعنی من اینجا میتونم بگم که ما توی بازار گرافیک ایران، حالا اصلا کاری به خارج از ایران ندارم، به شدت همه دنبال نیروی کار دارن میگردن. باور کنید مثلا هفته نیست که یکی دو نفر از دوستان من زنگ نزنن، مثلا طرف ناشره، نمیدونم
یا یک آژانس داره یا مثلا یه استودیو داره و همه دنبال طراح دارن میگردن. همه هم فکر میکنن طراحی بلدن، ولی واقعیت اینه که وقتی میرن وارد فضای کار میشن خیلی چیزا کمه. لزوما طراح گرافیک بودن مثلا نرم افزار نیست، لزوما اینکه تو ایده پردازی بتونیم به انجام بدین نیست. گرافیک دیزاین یه مجموعه از همه ایناست، حتی کاراکتر تو، نمیدونم شیوه حرف زدن تو، شیوه زیست تو، همه اینا در واقع وقتی جمع میشه تو میتونی تبدیل به یک طراح گرافیک حرفه‌ای بشی یا نشی. و تعداد کسایی که همه اینا رو کنار هم دارن متاسفانه خیلی کمه و متقاضی کار خیلی زیاده، و این نشون میده که دانشگاه ها، مراکز آموزشی اونجوری که باید کارشون انجام میدادن متاسفانه انجام ندادن. این یه شمالیه که من میتونم راجع به این حرفه بهتون بگم. و خب از طرفی توی آموزشم، من چون مستقیما هم توی یه جایی مثل مدرسه اینورس دارم آنلاین با بچه ها کار میکنم و در واقع از احوالاتشون خبر دارم، هم از طرفی دانشگاه تهران دارم درس میدم، با بچه های دانشگاه سر و کله میزنم و حتی توی در واقع هنرستان هنرهای زیبای پسران تهران هم من تدریس میکنم، تو با دو سه تا طیف مختلف. یعنی هم بچه هایی که مثلا توی اینورس ما کلی دانشجو از بیرون از ایران داریم، توی ایران تو شهر و روستاهای خیلی دور در واقع من میبینم میان توی دوره های من شرکت میکنن، هم با این طیف من برخورد دارم، هم با طیف دانشجو و هم با طیف در واقع نوجوانایی که توی هنرستان هستن. و خب به لحاظ آموزشی همونجوری که گفتم واقعا در واقع مراکز آموزشی خوب، اساتید خوب خیلی کمه و کمیت خیلی زیاد. این هم از نظر در واقع فضای آموزشی. خیلی چیزی که گفتین جالب بود. من خودم تو لینکدینم مثلا 12K فالوور دارم، ولی یه ذره فعالیتم بیشتره تو اون سوشال مدیا، چون مارکترم بیشتر. اتفاقا خیلی از فالوورام گرافیک دیزاینر شدن، یعنی از حوزه کاری خودم بیشتر شده گرافیک دیزاین. و این چیزی که گفتین دانشگاه، هنرستان، آموزشگاه خیلی برام جالب بود، چون اوپن تو ورک گرافیک و کانتنت خیلی زیاده تو لینکدین و من تقریبا هر روز دارم میبینم کلی از بچه های گرافیک و کانتنت دارن چیز بشن. حالا کانتنت یه موضوعی که یه کمی ممکنه خیلی تخصصی نباشه، ولی گرافیک دیزاین نه یه ذره تخصصی تر هست. اینکه یه عالم اوپن تو ورک و دنبال کار زیاده، این خب جای تعجب داشت. و اینکه شما اشاره کردیم که فقط اون نرم افزار نیست و یه سری مهارت آکادمیک تری که شاید جای علمی تر مثل دانشگاه باید یاد میدادن یاد ندادن. میخوام این سوال بپرسم که آموزشگاه ها خب میتونن تا یه جایی اینو ساپورت کنن، حال مثل اینورس یا جای دیگه، ولی مثلا هنرستان و دانشگاه که باید اون مهارت آکادمیک رو یاد بدن و الان یاد نمیدن، یا حالا غیر از خودتون که طبیعتا احتمال بهترین یادگیری رو دارن، اینا رو چطوری میتونن هنرجوها خودشون یه ذره اسکیل آپ کنن رو اون مهارت هایی که گفتین، حتی باید که دیزاین رو زندگی کرد. یعنی این که طوری میتونه کسب بشه، چون اینورس یه جایی میتونه، همش که نرم افزار نیست، اون چجوری بگم، اون خونی که باید توی رگ دیزاینر باشه اون چجوری میتونه بیاد؟ ببین واقعیت اینه که خب یه بخشی از این ماجرا، یه بخش زیادی از این ماجرایی که شما دارید میگید آموختنی است. خب ما توی در واقع شیوه آموزش سنتی قدیمی که داشتیم یک عادت خیلی درست به نظر من وجود داشت، خب بعدا به خاطر تعدد آدم ها و اینا این از بین رفت، که امروز حالا مثلا میتونیم بهش بگیم منتور شدن یا همچین چیزی. یعنی تو با یک استادی مثلا میخواستی خوشنویسی یاد بگیری یا مثلا میخواستی یه ساز یاد بگیری، میرفتی کنار یه استاد و تمام زندگی تو میشد اون استاد. صرفا اینجوری نبود که مثلا هفته یه روز بری اونجا یه قطعه مثلا به تو یاد بده و بری خونتون رو تمرین کنی، هفته بعد بیای اونو تحویل بدی. اون استاد در کنار یاد دادن ساز به تو در واقع شیوه زیست هنرمندانه رو یاد میداد، یا مثلا اگه خوشنویس بودی به همین ترتیب، اینکه چطوری ارتباط برقرار کنی، چطوری حرف بزنی، چطوری اساسا نمیدونم خواب و بیداریت رو، نحوه دیدنت رو، نحوه خوردنت رو، همه اینا رو تنظیم کنی برای اینکه خوشنویس باشی. و خب این در واقع یه اساتیدی بودن که
حالا شاید مثلا گاهی اوقات خیلی اغراق میشد و تعبیر به مرید و مرادی میشد، ولی همیشه همراه تو بودم. منتها خب توی دنیای امروز این اتفاق نمیتونه متاسفانه بیفته. یعنی تو همینجوری که شما گفتی یه چیزایی رو میتونی یاد بگیری از معلمت، مثلا در اینورس، مثلا در دانا یا هر جای دیگری، ولی بقیهش دیگه به عهده خودته. مگر اینکه خیلی خوش شانس باشی یه آدم اینجوری بیاد در واقع تو رو هدایت کنه و همیشه بهت راهنمایی بده یا یه جایی ازش سوالایی بپرسی. و خب این خیلی برمیگرده به اینکه مهمترین بخش رو ماجرا به نظر من جستجوگر بودن و خواستن. من همیشه به بچه ها مثلا تو همین ماجرای اینورس بچه ها اتود که میفرستن، من خیلی اوقات رد میکنم و مجبورشون میکنم که برن جستجو کنن، مجبورشون میکنم که دوباره برن ببینن. حتی گاهی اوقات اتودای خوبی هم میفرستن ولی من عمدن ردشون میکنم برای اینکه این قانع نشه به اون اتفاقه. یا حتی خیلی وقتا در واقع ارجاعشون میدم به بیرون از گرافیک میزن، مثلا بهش میگم که ببین اگه میخوای این استایل رو مثلا توی پوسترت بیاری یا توی این جلد کتاب بیاری، برو مثلا نقاشی های داداییستا رو ببین چیکار کردن، این اجرای تو مثلا به اون خیلی نزدیکه. طرف مجبور میشه که مثلا بره راجع به داداییست بخونه، کاراشون رو ببینه و ازش گرته برداری کنه، توی کارش استفاده کنه. یعنی یه ارجاعات اینجوری آدم باید برای خودش پیدا کنه و دائم دیدن. و حتی اتفاقای دیگه که همیشه من توصیه میکنم، مثلا اینکه ببین ما ورودی های مثل یک ورزشکاری که خیلی حواسش به ورودی های غذایی بدنش هست، اینکه چی داره میخوره، چند کالری میخوره، کی میخوره، ما هم به عنوان آرتیست به شدت باید حواسمون به ورودی های آنچه که به ذهنمون و چشممون داره میاد باشه. و اینم یه توصیه‌ای که در همون راستای سوال توه، اینکه تو چه موسیقی میشنوی، اینکه تو چه فیلمی داری میبینی، اینکه کجا داری میری، اینا خیلی مهمه. و در واقع مجموعه از همه ایناست که حالا در کنارش تو باید نرم افزار هم بلد باشی، در کنارش باید مهارت‌های حرفه‌ای هم بلد باشی، و مجموعه ایناست که تو رو تبدیل به یک آدم حرفه‌ای می‌کنه. وگرنه صدها نفر هستن که خیلی خوب نرم افزار بلدن، صدها نفر هستن که ایده پردازای خوبی هستن، ولی همه اینا در کنار هم دیگه وقتی چفت نشه تو تبدیل به یه آدم حرفه‌ای نمیشی. یه آدم حرفه‌ای یک پازلی از ده ها مهارت مختلف. مرسی از توضیح. من دو تا چیز الان به ذهنم اومد، یکی اینکه البته که کلا ماجرای کانتنت و تولید کانتنت و توضیح داد. خب این کلمه تولید محتوا کلمه‌ای نبود که 10 سال پیش وجود داشته باشه، کلمه جدیدیه در واژگان کلن در با سوشال میدیا شکل گرفت، حتی مثلا چند سال 4-5 سال مثلا خیلی جدی شده. به نظر من خودش یه مسئله رو که ایجاد میکنه، خب بخاطر یه شغلیه برای خودش تولید محتوا، ولی عملا به نظر من تولید محتوا این ساینو داره که تو باید از هر چیزی یکم بلد باشی ولی تو هیچ کدوم عمیق نباشی. یعنی بیشتر اینو به آدم میده، یعنی یه ذره کپی رایتینگ یکم بدونی ولی کپی رایتر نیستی، در این حال که میتونی کپی رایتینگ کنی ولی کپی رایتر حساب نمیشی، در این حالی که میتونی یه کار دیزاینی انجام بدی ولی دیزاینر حساب نمیشی، در این حال که یه سری کارو میتونی تدوین کنی ولی تدوینگر حساب نمیشی اونقدر. یعنی نمیشه بهت کار سنگین داد. یه ایرادی هم داره، یعنی شغل خودش یه طوری تعریف شده که اصلا عمیق نیست، به ذات تعدد موضوعات به جاش داره ولی عمق نداره، این یه مسئله رو داره. بعد از طرف دیگه داشتم فکر میکردم که من قبلا خودم تجربه داشتم، حالا دوستان نجید تجربه شما رو بدونم، که من همیشه فکر میکردم و اینو دیده بودم به چشمم که بچه های هنرستان به واسطه همین موضوعی که خود اشاره میکنی که این فضای هنوز در سنی هن و اون فضا و بستره طوریه که میتونن با معلم بیشتر معاشرت کنن، بیشتر گپ بزنن، بیشتر وقت دارن برای این معاشرت ها، خیلی عمیق تر میشن رو موضوع. یعنی همیشه من میدیدم که بچه‌ها در هنرستان میرن دانشگاه، همچنان اون دانش هنرستانشونه، اون تجربه های هنرستانشونه که بیس خوبی براشون میسازه، نه بیسی که در دانشگاه تازه میخواد استارت بخوره. آیا هنوزم هم همینطوری هست مثل قبل؟ یعنی هنوزم بچه های هنرستان این برتری رو دارن رو این ماجرا؟ ببینید حالا خب تعداد هنرستان تو ایران خیلی زیاده، واقعیت اینه که من خبر ندارم از همشون. و این هنرستان و هنرهای زیبای پسران تهران خیلی منطبق بر همین چیزی که تو داری میگی. آره بچه ها خیلی جستجوگرن. و یه چیزی هم بهتون بگم، یک اتفاقی که به شدت داره تبلیغ میشه روش، تبلیغ حالا نمیگم تبلیغ هدفمند برنامه ریزی شده ولی خیلی عنوان میشه، این که آقا نسلهای جدید خیلی آدمهای بود هستن و نمیدونم کتاب نمیخونن و چیزی سرشون نمیشه و اینا.
لاقل با این معاشرتی که من با بچه های هنرستان دارم که بچه های 17 18 ساله در واقع نوجوان هستن، کاملا برعکس این ماجرا است. یعنی ما خوشبختانه با یک نسل به شدت آگاه که به نظر من یه بخشی از این آگاهی از والدینشون در واقع میاد، یعنی والدین آگاهی که بر شاید یکم متفاوت با نسلهای قبل خودشون توی تربیت بچه و اینا خب حساسیت بیشتری داشتن، در واقع ما با یک نسلی طرف هستیم که به شدت بچه های آگاهی هستند، به شدت بچه هایی هستند که اهل خوندن هستند، اهل فیلم دیدن هستند. و من مثلا مقایسه میکنم با دوره های خودم که توی مثلا هنرستان داشتم درس میخوندم، اصلا قابل قیاس نیست. بنابراین بعدش هم که میان تو دانشگاه حتی همین رو من دارم میبینم، یعنی ما حتی با نسل دانشجوهای آگاهتری، آگاهی در هر زمینه دارم میگم و نه صرفا حتی آگاهی سیاسی، آگاهی اجتماعی که حالا نموداش رو هم خب ما خیلی دیدیم توی این چند سال اخیر، و حتی آگاهی هنری. بنابراین بچه ها خیلی بچه های روشنی هستن خوشبختانه، و من به شدت با آینده همه اینا امیدوارم. و عرضم به حضورت که در مورد اینکه تو گفتی آره طبیعتا توی مدرسه، خب کسی که داره توی مدرسه تحصیل میکنه تمام وقتش توی مدرسه است، برخلاف دانشگاه که دیگه کم کم وارد فضای کار میشه، یا مثلا توی دوره فوق لیسانس که مثلا من چند دوره توی همین دانشگاه تهران به بچه های فوق لیسانس هم درس میدادم، خب تفاوتشون با بچه لیسانس حتی دیده میشد، اونا دیگه رفته بودن سر زندگی و نمیدونم کار و اینجور چیزا، و تو هرچی میای پایین تر میبینی این انگیزه بیشتر، یعنی از فوق لیسانس میای بچه های لیسانس انگیزه بیشتری دارن، بچه های هنرستان انگیزه بیشتری دارن، و خب این شاید یه بخشی هم طبیعیه دیگه. ولی به هر حال این حرف تو رو تایید میکنم کلیتش رو. آره مرسی. من یه سوال دیگه میپرسم و بعد دیگه به علیرضا میسپارم بقیه سوالات رو. سوالم اینه که توی جریان طراحی پوستر، طراحی جلد کتاب و این تیکه که شما توش خیلی در واقع تجربه زیادی داری، یا بخش دیگه هم تجربه داریم و اینجا خیلی پررنگه توی یه سری از این بخش ها که حالا خودت هم میتونی بیشتر دیفاینش کنی، میخوام ببینم اگه یه نفر بخواد یه همچین مسیری رو شروع کنه، کجای گرافیک دیزاین به این نقطه خواهد رسید؟ چون یه پیش نیازهایی وجود داره که باید اون دانش ها رو داشته باشه، چون یه سری از مباحثی نیستن که واسه شروع کار کسی بتونه شروع کنه. من خودم دست کم اینجوری میبینمش که مثلا پوستر چیزی نیست کسی بتونه، اما اول پوستر نیست پیشتر مثل بسته‌بندی میمونه، اون آخرای کاره، تو باید همه دانش ها رو داشته باشی بتونی اینا رو جمع کنی، حالا در قالب یه پوستر ازش خروجی بگیری، چون این موضوع مهمیه دیگه. یه خورده میخوام اینو با هم بگی کجای کار اینو میبینی که بخواد این مسیر رو شروع کنه یا شروع کرده باشه، کجا به این خواهد رسید، چه چیزهایی رو از قبل باید بدونه، این هم بتونیم بگی خیلی خوب میشه. ببین علیزاده، من همیشه مثالی که بچه ها میزنم اینه که میگم تو فرض کن که میخوای رانندگی کنی، خب یه تصویری از یه روزی داری که داری رانندگی میکنی، خب این رانندگی چجوری اتفاق میفته؟ اول با خودآگاهی اتفاق میفته، یعنی تو در وهله اول اصلا با یک چیزی به اسم ماشین باید آشنا بشی، بعدا به تو یاد میدن که مثلا این گاز، این کلاج، این فرمونه، بعد میری اون تو میشینی، بعد یکی یکی اینا رو کارکردشون رو یاد میگیری، در وهله اول تک تک اینا رو یاد میگیری، بعد یاد میگیری که در ترکیب با هم چه اتفاقی میفته. مثلا من کلاج به تنهایی معنی نداره، کلاجو که فشار میدم اون موقع میتونم دنده رو عوض کنم. بعد همه اینا در واقع یک اتفاق آگاهانه است، شبیه یه آدم ناشی که پشت فرمون میشینه، اگه دقت کرده باشید مثلا میخواد دنده رو عوض کنه، نگاه میکنه به دنده، بعد عوضش میکنه، میخواد گاز بده، به پاش نگاه میکنه، نمیدونم به آینه ها نگاه میکنه، بعد همه اینا رو با یک تمرین و یک ممارستی تبدیل میشه به یک روزی که شما پشت فرمون نشستی و مثلا یه مسیر 100 کیلومتری رو طی کردی، ولی مطلقا یادت نمیاد که کی دنده عوض کردی، کی به آینه نگاه کردی، اصلا ذهنت یه جای دیگه بوده، و تمام این اتفاقات و یک اتفاق پیچیده مثل رانندگی که به ده ها مهارت نیاز داره و در ضمن باید به محیط اطرافت در واقع حواست باشه و اینا رو داری کاملا در ناخودآگاه انجام میدی. حالا این ماجرایی که تو داری میگی توی دیزاین، مثلا توی پوستر دیزاین یا بوک دیزاین، دقیقا شبیه به همینه، یعنی یک مجموعه از مهارت هاست که تو یک روزی تو اینا رو دونه دونه باید یک یاد بگیری به تنهایی، مثلا در
دیزاین تو نمیتونی رنگ بلد نباشی، باید رنگ بلد باشی. رنگ صرفا هم اون آموزش های کلاسیکی که با ما میگفتن مثلا قرمز و نمیدونم زرد با هم میشه نارنجی نیست. کارکرد الان خیلی قصه عوض شده، کارکرد های رنگ هست، نمیدونم تناسبات رنگ ها با هم هست، تناسب رنگ با اون مدیومی که داری کار میکنی هست. یا مثلا در مورد تایپ، کسی که تایپ بلد نباشه، نمیگم که تایپ دیزاینر باشه، ولی تو باید یک سطحی از آگاهی در مورد تایپ داشته باشی، در مورد کالیگرافی باید داشته باشی، در مورد ایمیج باید داشته باشی. لزومی نداره مثلا تصویرساز باشی، ولی لازمه که آگاه باشی در مورد تصویرسازی، در مورد عکاسی و مجموعه اینا رو. به نظر من آدم شبیه همون رانندگی باید تک تک یاد بگیره، بعدا یاد بگیره که مثلا چطوری در یک کادر تایپش رو باید بذاره. بعد یه مجموعه از همه اینها در واقع این توانایی ها باعث میشه که نهایتا تو یه روزی ببینی که داری در واقع مثلا یک بوک دیزاین که خیلی کار پیچیده، یعنی با ده ها مؤلفه تو سرفصلی داری انجام میدی، ولی همه چیز مثل یه ماشین داره کار میکنه توی ذهنت. یعنی همه ارتباط ها شبیه ماشین، شبیه چرخ دندان با هم ارتباط دارن و داره کار میکنن. و بچه ها نیازمند به یک یاد گرفتن تمام وجوه در واقع حرفشون هستن. مثلا تو گرافیک دیزاین یکی از بخشایی که من خیلی تاکید میکنم، همه فکر میکنن کار عملیه، واقعیت اینه که یک بخشی هم تئوریه. تو باید بخونی در مورد تاریخ در واقع حرفه خود، در مورد هر آنچه که گذشته قبل از تو. خیلی 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 وقتا اینا ما استفاده مستقیم میکنیم، خیلی وقتا نه، تهنشین میشه توی ذهن ما و استفاده غیر مستقیم میکنیم. بنابراین یه مجموعه از اینا رو بچه ها باید یاد بگیرن و در آهستگی. یه چیزی که من خیلی سفارش میکنم همیشه به بچه ها آهستگیه. همه عجله دارن که برسن به تای خط، همه عجله دارن سریع بشینن پشت فرمون برن مثلا فرمول یک رانندگی کنن، در حالی که تو اصلا هنوز نمیدونی ماشین چیه، بعد انتظار داری مثلا بری توی پیست فرمول یک بشینی رانندگی کنی. آره به اون خواهی رسید، ولی لازمش اینه که اول باید رانندگی یاد بگیری. میتونی بری تو ام بی اف بسکتبال بازی کنی، ولی اول دویدن رو باید یاد بگیری تا برسی مثلا به اونجا. بنابراین این یک آهستگی، دو یاد گرفتن یا بزرگ کردن دایره دانش. هر آنچه که این دایره شما بزرگتر باشه، به نظر من میتونه خروجی در واقع توی خروجی شما تاثیر کاملا مستقیم بذاره. خیلی موضوع مهمیه. مثلا من گفتم آخرین چیزی که میگم، ولی واقعا خب دوست دارم یه فیدبکی راجبش بدم، به خاطر اینکه بچه های جدیدتر دقیقا دنبال همش ابزاره اجرایی هم و این موضوع دانش و مطالعه جانبی رو واقعا مثلا یه چیزی میبینن که حالا اگه نبودم نبود، در حالی که واقعا همینه. یعنی خیلی هم که خود گفتی، یعنی رسوب باید بکنه اینا تو ذهن آدم بشینه، رو مغز آدم بتونه ازش استفاده بکنه. چون وقتی نگاه میکنی میبینی همه کارهای اصولی در دنیا به واسطه این انجام شده که اون آدمی که اونو انجام داده یه دانش از گذشتگان خودش داشته، اومده یه قدم جلوتر رفته. یعنی اگه بخواد یه کار خاصی بشه، باید یه قدم جلوتر بشه. قدم جلوتر یعنی که باید همه قبلی‌ها رو بلد باشی. یعنی موضوع اینم از بخاطر همین معمولا کسی نمیدونم، میگم دنیای سوشال میدیا بودو هول هولیه یه ذره اینو به همش ریخته، ولی واقعیت اینه که همچنان این اصول پاورجاست و همچنان داره کار میکنه و همچنان حرف اول رو میزنه توی همه این صحبت ها. حالا علیرضا سوالاشو اگه داره چیزی هست، علیرضا شما بگو. مرسی، خیلی جالب بود صحبتاتون، چون اول من رانندگی بلد نیستم، بعد هم میاد بخاطر که همه چی باید نورنور باشه. دوم این که رانندگیه باز چیزی داره که شما میگی دنده، آینه، فرمون، گاز، پدال، اینا ثابته، ولی یه سری چیزا مثل تصویر، رنگ، اینا داره آپدیت میشه، مثل عکاسی، مثل لی‌آوت، اینا داره دهه به دهه، شاید سال به سال آپدیت میشه. و خیلی دوستم راجع به همین هم صحبت کنیم که این علومه، مثلا سوالم این بود که آیا رنگ، طراحی تجسمی، ترکیب بندی، اینایی که میگفتیم پایه گرافیکه، آیا اینا هم آپدیت میشه که ما اصلا لازم بشه؟ چون همه فکر میکنن که مثلا طراحی تجسمی کتاب بخونیم تمام شه بره، بعد میرن اون علم قدیمیه رو یاد میگیرن، بعد دیگه فکر میکنن تمام شد، در صورتی که نه، اینا هم احتمالا همین چیزهای بیسیک هم آپدیت میشه. و اگر مثلا بخوایم بیشتر راجع به همین ترندهای جدید همین هفته گرافیک که مثلا 1403 یا 2024 که مثلا کانسپت داره به اسم کایند،
که حالا نمیدونم چقدر اصلا به ما نزدیک باشه، ولی اینا هم فکر میکنم که دارن آپدیت میشن و میخوام راجع به همین یه ذره بپرسم که این رسوب کردنه به قول آقای اردوبادی یا اون زیست کردنه، این همین یاد گرفتن رانندگیه، اینا هم که اگه آپدیت میشه چطور باید مثلا دنبال اون آپدیتش بریم؟ صرفا تمرین تجربه است یا نه مثلا چجوری مثلا کتابی یا سایتیه یا نه؟ این سوال هم. ببین اگه بخوام خیلی کوتاه جواب بدم، طبیعتا آره، همینجوری که مثلا ما در همه هنرهای دیگه، ما در سینما هم آپدیت به همیشه دائم در حال آپدیت شدنه، حتی نه چیز توی بخش تکنیکالش، توی مثلا در واقع مهارت‌های بازیگری، مثلا در تئاتر، در سینما، همه چیز در حال آپدیت شدنه، مخصوصا وقتی شما با یه چیزی به اسم گرافیک دیزاین طرف هستید که اساسا وابسته به تکنولوژی، بنابراین قطعا این ماجرا در همش در حال عوض شدن، هی ترندهای مختلف داره میاد، و توی همین مثلا یه دهه گذشته ما چندین ترند خیلی مهم رو از سر گذروندیم که حالا اونا هم در واقع نقد خودش رو داره، گاهی اوقات تبدیل به مد میشن، ولی به هر حال مدام مثل هر چیز دیگه عمر کوتاهی دارن میگذره، و اون بخش مثبت میمونه و بخش صرفا مدیره. ولی آره، خیلی مهمه که یه طراح گرافیک دائما در حال آپدیت کردن خودش باشه. ببینید الان مثلا اون شیوه بیانی گرافیک دیزاین ما که امروز هم خیلی برای ما در واقع ارزشمنده، مثلا گرافیک دهه 40 و 50 ایران که یکی از دورهای درخشان گرافیک دیزاینه و ما امروز هم کاراشونو که داریم میبینیم حیرت میکنیم، واقعیت اینه که امروزه مخاطب امروز دیگه با اون ارتباط برقرار نمیکنه. من با ناشرایی مثلا الان دارم کار میکنم که دهه 40 و 50 کتابایی رو به بزرگترین طراح گرافیک ایران دادن و براشون کاور طراحی کرده، و الان به این نتیجه رسیدن که این کاور باید عوض بشه چون دیگه کار نمیکنه. درسته که اون اسم روشه، درسته که همه چیزش درسته، ولی واقعیت اینه که مخاطب امروز دیگه نگاهش اونجوری نیست، بنابراین توی طراحی گرافیک هم در واقع باید با این اتفاقی که داره در جهان پیرامونت میفته خودتو تن متناسب کنی، وگرنه میدونه یه زبان دیگه، همینجوری که زبان یه چیز سیال دائما در حال کامل شدنه، مثلا یه آدم چه میدونم 50 سال پیش الان احتمالا بیاد اینجا شاید مثلا 30% از حرفای ما رو متوجه نشه، یا ما اگه برگردیم به عقب این اتفاق میفته. در مورد تصویر هم همینجوریه، یک زبان ارتباطیه که تو اگه در واقع به روز نباشی امکان ارتباط ازت سلب میشه یا ضعیف میشه، و این راهکارش هم اینه که همینجوری که گفتم دائما دیدن، دائما رصد کردن، و از همه مهمتر دائما یاد گرفتن. اینکه مثلا چه میدونم تو طراح گرافیک باشی و امروزه مثلا راجع به پروکریت مثلا چیزی نشنیده باشی، یا حالا تو ایران یه لحظه به خاطر مسائل اقتصادیش خب خیلی شاید داشت دسترسی نداشته باشن، ولی لااقل راجع بهش شنیده باشی به عنوان یک نرم افزاری که خیلی و خیلی چیزا رو متحول کرده و اصلا اون کار دستی و نمیدونم اینجور چیزا رو متحول کرده، خب این اتفاق خوشایندی نیست. یا مثلا توی حوزه نرم افزار، نرم افزارها رو دونستن و آپدیت کردن خود و خیلی چیزهای دیگه، بنابراین این دائم رصد کردن، دائم خوندن، و از همه مهمتر که متوجه این که من باید آپدیت بشم و میخوام که آپدیت بشم، به نظر من خیلی اتفاق مهمیه که تو رو در واقع میکشونه دنبال یاد گرفتن، و اگه به جز این باشی یه جایی تو متوقف میشی و جهان مسیر خودش رو میره و یه جایی دیگه کم کم میبینی که اون دامنه ارتباط تو، دامنه زبانی که حالا زبان ما تصویره، ای داره محدود میشه و ممکنه نهایتا از بین بره. من بازم سوال هی میخوام تو نپرسم، ببخشید، هی چیز خارج برنامه چه صحبت میشه میاد تو ذهنم. من یادمه که مجید عزیز یه تقریبا فکر کنم 11 سال پیش بود تو این برس، 11 سال پیش بود، داره دوره داشتی شما تو رشته موشن گرافیک، و بچه موشن گرافیک داشتی، یه سری چیزای دیزاین درس میدادی. من یادمه که خیلی با چیزهای دستی با بچه ها کار میکردی. من خودم از زمان دانشگاه و کلا در زندگی کار کردم با چیزهایی که در واقع با دست خلقشون بکنم خیلی زیاد کمکم کرده به درک درستتر مفاهیم، هم از چه تو مبانی اونای تجسمی خیلی کمکم کرده، چه تو رنگ، چه تو چیزهای دیگه، چه تو ترکیب بندی.
آیا هنوزم توصیه میکنی که مثلا بچه ها از چیزای کاری رو با دست انجام بدن؟ خب درسته کسی که ابزار دیجیتال اومده، چون پروکریت گفتین اومد تو ذهنم، آیا هنوزم فکر میکنی که اون نقش ویژه خودش رو داره که در واقع بتونه اثر بخش خیلی عمیق تری بذاره؟ ببین قطعا من خیلی وقتا توصیه میکنم یا مجبور میکنم، جایی که مثلا تو همین اینورس من اتودایی که بچه ها میزنن رو مجبور میکنم که با دست کار کنن، حتی اگه طراحی بلد نباشن، که البته اونجا هم یه توصیه بهشون میکنم که آقا تو نمیتونی طراح گرافیک باشی و طراحی بلد نباشی. طراحی نه به مفهوم نقاشانش، نقاشانه منظورم اینه که اونقدری که نقاشا میرن سراغ طراحی که خیلی عمیق میشن و اینا، ولی حداقلش اینه که تو باید بلد باشی که آنچه در ذهنت میگذره با 4 تا دونه شکل و خط ساده منتقلش کنی روی کاغذ، و این انتقال خیلی مهمه تا اینکه تو بلافاصله بشینی پشت کامپیوتر. یعنی این مسیره که انگار تو داری جامپ میکنی از روی چیزی، از ذهنت یهو میپری جلوی یه چیز حاضر آماده که کامپیوتره، و خیلی وقتا در واقع ناتوانایی های تو رو یا ضعف های ایده های تو رو در واقع میپوشونه، ولی واقعیت اینه که ترشون دیده میشه. بنابراین من خیلی بچه ها رو مجبور میکنم که با دست کار کنن. یه بار یه دوستی به من گفت، حالا توی کارهای منم دیدید که خیلی وقتا من یه چیزایی رو با دست میسازم و نمیدونم عکاسی میکنم و اینا، و یه دوستی یه بار به من گفت آقا تو چرا اینا رو 3D نمیکنی؟ حالا از اتفاق مثلا من یه دوره رفتم دنبال 3D، یه چیزایی هم از 3D یاد گرفتم و هنوز هم دارم کار میکنم، یه بخشی از کارامون با 3D پیش میبرم. گفت که تو آقای همین کاری که داری انجام میدی و خب مثلا یه روز طول میکشه یه ماکت بسازی و ازش عکس بگیری، خب یه ساعت بشین 3Dش کن دیگه، این چه ارزشی داره؟ بعد من خیلی بهش فکر کردم، یه روزی بهش گفتم که به همون دلیلی که آدما دنبال فرش دستی 10 برابر پول میدن و یه فرش دستی میخرن، در حالی که عین همون فرش ماشینی با 1/10 قیمت تو بازار هست، تو چرا میری فرش دست باف میخری؟ چرا به جای پیتزا مثلا قرمه سبزی مثلا آدما هنوز چرا دارن آشپزی میکنن؟ خب میتونن همه برن پیتزا بخرن دیگه. این آرامشه، این در واقع مخلوط کردن یک چیزایی با هم، این پروسه و قدم به قدم درست کردن یه چیزی، اولا که یه لذتی داره به نظر من. دیزاین در وهله اول برای لذت خودمون، من دیزاین میکنم نه برای پولش، البته که پولش هم برام مهم آخرش، نه برای خوشایند مخاطب، دیزاین میکنم برای اینکه خودم لذت ببرم. و وقتی تو این لذت رو میبری، عین آشپزی که از آشپزیش لذت میبره، قطعا این لذت توی غذای میره و منتقل میشه به دیگران. مثل یه آدمی که داره ساز میزنه و از ساز زدن خودش لذت میبره، قطعا شنوندهش هم لذت میبره از اون پیانو مثلا. بنابراین وقتی که من این لذت رو به خودم میدم، قطعا این منتقل میشه. و به نظر من این لذت در ساختن، در آهسته ساختن، در زود به نتیجه نرسیدن خیلی وقتا، و طبعا توی کار تو هم تاثیر میذاره. یعنی من بارها دیدم آدما متوجه اون زحمتی میشن که تو پشت کارت کشیدی، حتی خیلی شاید عیان خودت هم نگران باشی که نکنه دیده نشه، من اینو مثلا این همه با دست کار کردم، ولی دیده میشه، آدما حسش میکنن و من فیدبک گرفتم ازش، و اینه ماجرا دیگه. مرسی. آیا سوالی اگه نداری من یه ذره بچه هاتون میپرسن که طراحی پوستر یه ذره بریم دقیق تر توی دوره، فکر کنم بهتر باشه. خیلی کلی حالا بخوام بپرسم، حالا من صفحه دوره طراحی پوستر تو اینورسم یه نگاهی انداختم، یه سری بخشاش خیلی نزدیک به طراحی کتابم بود، مثل تصویر و تایپوگرافیک و لیاوت و رنگ و حالا عکس و تصویرسازی و اینا. میخوام یه ذره راجع به همین ورود به حوزه طراحی پوستر یه ذره تخصصتر و جزئی‌تر، چون بچه ها پرسیدن، توضیح بدیم که اگه یکی بخواد طراح پوستر بشه چه پیش نیازهایی باید داشته باشه و از کجا باید شروع کنه، توی دوره چه اتفاقی براش میفته. یه ذره مثلا بیشتر دوره رو توضیح بدیم. ببینید، ما این دوره رو حالا با مشورت هایی که توی طراحی دوره با خود علیرضا داشتیم و بر اساس تجربه که خب من از پیش توی فضای دانشگاه و جای دیگه داشتم، ما و به همون دلایلی که اول بحث گفتم، این که متاسفانه بچه ها از دانشگاه میان بیرون و کم کم به این نتیجه میرسن که خیلی چیزها رو بلد نیستن، یعنی فکر میکنن پوستر بلدن چون واحد پوستر رو گذروندن، بعد اولین پوستری که بهشون میدن
میبینن بلد، هیچی بلد نیستن. یعنی طرف تو همون قدم اول در واقع یه جورایی استاپ میشه. ما توی این آموزش ها هی من ناچار شدم قدم به قدم برم عقبتر، چه توی اینورس چه جای دیگه که داریم درس میدیم. واقعیت اینه که خیلی از بیس شروع کردیم، یعنی بچه هایی که میخوان بیان مثلا این دوره اینورس رو شرکت کنن، یک خب یک علاقه و یک اشتیاقی لازم دارن و یه حداقلایی در حد اینکه کمی طراحی بلد باشن، کمی تجربه داشته باشن مثلا توی فضای دیزاین، توی فضای رنگ، توی فضای ترکیب بندی و اینجور چیزا. وگرنه بحثایی که در واقع توی این دوره مطرح میشه و راجع بهش صحبت میکنیم، نه از اون جنس خیلی بیسیکی که حوصله سربر باشه برای آدمایی که تجربه دارن. چون من یه ذره از طرفی نگران اینم بودم، چه تو دوره کتاب چه تو دوره پوستر، که بالاخره آدمایی میان که یه تجربه هم دارن، بعد تو نباید یه جوری آموزش بدی که اونا هم حوصله‌شون سر بره. سعی کردم یه حد وسطی رو نگه دارم که هم آدمایی کم تجربه تر بتونن در واقع قدم به قدم بیان جلو، و هم آدمایی که یه ذره تجربه بیشتری دارن شاید مثلا یه ذره معلوماتشون رو منظم کنن و مرتبش کنن. بنابراین ما با این نگاه هر دو تا دوره رو در واقع طراحی کردیم. بنابراین دوستانی که میخوان علاقه دارن، چه توی حوزه پوستر چه توی حوزه بوک دیزاین، این بوک دیزاین هم یه توضیح من بدم چون خیلی اشتباه میگیرن اینو، ما توی دوره کتاب بحث اون طراحی جلد نیست. خیلی‌ها فکر میکنن که جلد کتابه. توی اون دوره من خیلی تاکید داشتم که کتاب یک موجود زنده به هم پیوسته است و جلد یکی از ارکانشه و نمیدونم پشت جلد، عطف و در واقع بدنه کتاب، داخل کتابم تو این دوره ما هست که حالا میریم وارد بحث صفحه آرایی و نمیدونم شناخت فونت و تایپ و خیلی چیزهای دیگه میشیم. بنابراین تو هر دو تا دوره ما سعی کردیم خیلی بیسیک ببینیم در واقع ماجرا رو، و حتی برای کسایی که تجربه خیلی کمی هم دارن بتونن این مسیر رو بدون دغدغه و بدون نگرانی که من یه چیزایی رو بلد نیستیم طی کنم. ولی خب من معمولا توی جلسه اولی که با بچه‌ها کلاس دارم ازشون یه رزومه میگیرم توی اینورس، و این رزومه خیلی به من در واقع کمک میکنه که من چجوری با این آدم مسیر رو برم و چه توصیه هایی بهشون میکنم. به خیلی هاشون توصیه میکنم مثلا حتما برو طراحی یاد بگیر، و خیلی هاشون توصیه میکنم مثلا برو فلان کتابو بخون برای رنگ، چون احساس میکنم تو رنگ ضعیفه، یا توصیه میکنم مثلا بره کلاس تایپ آشنا بشه با فضای تایپ، یا حتی هدایتشون میکنم مثلا طرف خیلی تایپوگرافر خوبی، هدایتش میکنم به اون سمت. یه همچین در واقع با یه همچین فرضیاتی ما این دوره رو طراحی کردیم. یه چیزی که من اینو اد بکنم، خیلی خوشحالم از در واقع دوره بوک دیزاین، چون ما یه سری دوره های تو اینورس داریم که شاید بین تمام دوره هامون شاید 10 12 تا دورهمون بیشتر اینطوری نباشه، شاید حتی 10 تا هم شاید دارم دست بالا میگیرم زیر 10 تا دوره هایی که این شکلی مثل بوک دیزاین، که اون دوره هیچ بیرون معمولا هیچ رفرنس یک پارچه‌ای نداره، به خاطر اینکه وقتی کسی میخواد اون کارو انجام بده باید یک عالمه مهارت و تجربه های مختلف رو کسب کنه. یعنی مثلا کسی میخواد بره کار واقعا بوک دیزاین انجام بده، فارغ از این باید احتمالا توی نشریه یه مدت کار کرده باشه، بعد چاپ رو بشناسه، بعد صحافی رو بشناسه، بعد دیزاین رو بشناسه، بعد طرف رو همه رو با هم بشناسه، بعد نگاه بکنه خب طرف اینو بخواد بره یاد بگیره مثلا 15 سال یاد درقل باید واقعا وقت بذاره بره مثلا بچرخه. و این خیلی خوشحالم میکنه چون این دوره یه ذات خیلی ویژه‌ای داره که همه اون تجربه ها رو با هم دیگه توش داره. و واقعا میگم ما مثلا این دوره بوک دیزاین، دوره مثلا چاپو داریم، دوره یه چیز خیلی خاصن که هم رفرنس یاد نداره، همین که در واقع همه منابع یه جا با هم دیگه جمع شده و یک اساره و چکیده ایه که خیلی میتونه کمک کننده باشه. خلاصه من میخواستم مراتب ذوق خودم رو بگم چون این دوره ویژه‌ایه به نظر من. مرسی علیرضا، ممنون. آره ببین واقعیت اینه که تو دوره مثلا بوک دیزاین یکی از دلایلی که ما این دوره رو یادت باشه راجع به صحبت کردیم اینه که به شدت بازار کار خوبی داره، یعنی هم توی ایران ناشرا. و یه اتفاق جذابی که در مورد کتاب وجود داره اینه که من به هیچ وجه مثلا توی پوستر این نگرانی وجود داره، و خب یه بخشش هم واقعیت اینه که مثلا توی فضای پوستر ما با اون شکل سنتی پوستر چاپ شده و اینا نداریم، اگرچه الان خب اومده توی سوشال مدیا، یعنی یک مدیوم جدیدی برای عرضه پیدا شده برای پوستر. ولی به کتاب اصلا من نگرانش نبودم هیچ وقت، به خاطر اینکه حتی کتاب دیجیتال هم اگه الان داره منتشر میشه در دنیا کاور نیاز داره، صفحه‌آرایی نیاز داره، یعنی در فقط چاپ نمیشه، یعنی همین اتفاق براش نمیفته، وگرنه بقیه مؤلفا سر جاشونه. توی دوره کتاب واقعیت اینه که ما نداریم
نه توی سرفصل‌های آموزش عالی توی دانشگاه، نه توی هنرستانا، توی مثلا دانشگاه سفارایی به تو توی کارگاه یاد میدن، بعد مثلا جلد که اصلا نداریم یا یاد بدن توی کارگاه دیگه یاد میدن و بقیه اتفاقات چاپ و مثلا توی چیز دیگه. بعد ما توی این دوره سعی کردم که تمام اینها رو، چون خودم دونه دونه اینا رو یاد گرفته بودم و تجربه کردم توی کار، سعی کردم همه اینا رو سرهم کنم و بیارم توی دوره. و حتی یه جای خب خودم هم به اندازه کافی شاید سوادش رو نداشتم. مثلا ما توی این دوره از آقای نجات دعوت کردیم که بیاد در مورد چاپ صحبت کنه، در مورد چاپ کتاب صحبت کنه. از معراج قنبری من دعوت کردم، اومد راجع به تاریخچه کتاب سازی صحبت کرد در ایران و در دنیا. اینا چیزایی که یه آدمی که میخواد بوک دیزاین کنه باید بلد باشه. یا امیر حسین فراهانی مثلا اومد راجع به مدیوم های جدید در کتاب صحبت کرد، کتاب های اینتراکتیو، نمیدونم کلی اتفاقای تازه‌ای که در فضای نشر افتاده. یا از یک ناشر، از دوست خوبم حامد کنی مدیر انتشارات روزبهان دعوت کردم، اومد راجع به از منظر ناشر گفت که آقا ناشر چه انتظاری داره از یک بوک دیزاینر، و اگه به عنوان یک بوک دیزاینر بیای تو نشر من بشینی، من ازت چی میخوام. اینا چیزایی بود که ما همه رو سرهم کردیم و آوردیم تو این دوره. خب خیلی سخت بود واقعا طراحیش و سرهم کردنش، ولی من خیلی خوشحالم که این اتفاق اینجا افتاده و امیدوارم که در واقع بچه‌هایی که به این هیته علاقه‌مند هستن در واقع این و تو این دوره شرکت میکنن بتونن از بخش‌های مختلفش استفاده کنن و این تجربه رو بتونن تو بازاری که به شدت نیاز داره بهشون، چه توی فضای بیرون از ایران چه داخل ایران، امیدوارم جذب این بازار بشه. مرسی. اتفاقا سوالم هم همین بود که مثلا پوستر آیا تمام شده دیگه؟ همه فکر میکنیم پوستر رو دهه همون 40-50، یا کتاب همش فکر میکنیم کتاب. دقیقا سوال همین بود که نه، اینا واقعا چیزهایی که میدیوماش فرق کرده، وگرنه اون ذاتش همونه و هنوزم بازار کار خوبی داره همچون که گفتین. و هم سوالی که میخواستم بپرسم همه جواب دادین و خیلی خوب و خیلی جالب بود برای خود من. من یه چیزی، چون یه وقت اون داره تمام میشه، یه چیز کوچیکی در مورد این بله ببخشید، چون وقت اون داره تمام میشه شکر هفته دیگه، یه چیز کوچیکی در مورد این بگم. ببینید مثلا ما توی دوره پوستر، من فرضم برای این بوده که ببینید توی دیزاین اساسا یک چیزایی در واقع مشترک بین حوزه های مختلف دیزاین. مثلا شما میخواید موشن دیزاین بکنید، باید رنگ بلد باشی، باید تصویر بلد باشی، باید کادر رو بلد باشی، حتی باید تایپ بلد باشی. خیلی از موشن دیزاینرها، من میبینم موشن دیزاینرها خیلی خوبی هم طرف یه دونه چند مثلا جمله بهش میگم بیاره، یه فونت اشتباه زشت انتخاب میکنه و کل کارش رو خراب میکنه. بنابراین یه دوره هایی مثل پوستر، حتی خیلی از بچه ها این دوره رو شرکت میکنن و بعدا میرن تو هیتهای دیگه کار میکنن. بنابراین تو یک چیزایی رو حداقل چه میدونم مثلا 40-50%، 50-60% با حوزه های دیگه هماهنگه. همینجوری که خودت هم گفتی توی کتاب و پوستر هم همین اتفاق میفته. بنابراین اینا مشترکاتی هستن که تو وقتی یاد بگیری هر جایی بری یه بخشیش بالاخره به دردت میخوره. خیلی خوب بود، مرسی ازتون. تا یادم نرفته بگم که به مناسبت هفته گرافیک تخفیف 800,000 تومانی روی سایت داریم که میتونید هم دوره پوستر و هم دوره کتاب و جدا جدا براش تخفیف بگیرین و خریداری کنید. تا جمعه هم وقت داره، جمعه شب. اینو بگم که بعد از لایف میتونید برید دورتون رو خریداری کنید و همین امروز شروع کنید و این حوزه اگه علاقه دارین دوره رو ثبت نام کنید. آقای کاشانی هم این همون دورایی که دقیقا گفت هستش تو دوره که الان برو سازه فلان و اینا رو، اصلا چیزی که داشتن میگفتن خیلی جالب بود، من همون حس بهم دست داد. راجب حالا هفته گرافیک بخوام سوالی بپرسم، برنامه حالا خاصی دارین خودتون، حالا کسی علاقه داشته باشه شرکت کنه تو برنامه هاتون؟ ممنونم. آره هفته گرافیک هم که خوشبختانه کلی اتفاق توی دانشگاه و جای مختلف میفته و حسابی همه در واقع شبیه یک جشنی برای البته خب به اشتباه خیلی هم میگن هفته گرافیک، ولی هفته دیزاینه، یعنی اون اتفاق هفته دیزاینه و خب چون گرافیک هم یه بخشی از این ماجراست معمولا خیلی فعال. منم روز یک شنبه عصر ساعت 4 توی دانشگاه هنر یک سخنرانی دارم، پروژه های استودیو دفتر اونجا معرفی میکنم و
ورودم برای همه آزاد اونجا، کسایی که علاقمند هستن میتونن، حالا من تو صفحه خودم اطلاع رسانی میکنم راجع بهش، میتونن یک شنبه تشریف بیارن اونجا و توی اون مراسم شرکت کنن. مرسی، متشکرم. صفحه آقای کاشانی هم اگه خواستیم تو اینستاگرام پیدا کنید، من پست آخر اینورس تک شدن، حتما به تو پیجشون تا از اتفاقات بعدی مطلع بشین. مرسی از همگی، خیلی ممنونم آقای اردوبادی. اگر که خیلی ممنون، من خیلی حسودیم شد که چرا یک شنبه نیستم بیام، دلم خواست که باشم بیام کارهای ببینم، واقعا مرور کارهای دفتر واقعا از دور همیشه کیف کردم، دلم میخواست که باشم، ناراحتم که نیستم، ولی امیدوارم که همه چی خوب پیش بره و مرسی. و در واقع دوستانم که میخوان دوره تایید کنن که علیرضا توضیح داد، مجید کاشانی در واقع دوره هایی که در این ورس ضبط کرده که به صورت ویدئوی ضبط شده است و منتورشیپ تک به تک هم وجود داره واسه تک تک بچه‌هایی که در واقع بخوان کار رو پیش ببرن، تمرین بفرستن، و مجید کاشانی عزیز رو تک به تک تمرین و فیدبک میده و خلاصه بچه ها پیش میده. خیلی ممنون، مرسی واقعا مجید جان، مرسی از وقتی گذاشتین، امیدوارم که خوب از متشکرم. بچه هم استفاده کرده باشن. ممنونم، متشکرم. شب همگی بخیر. شبتون بخیر. همگی بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.